حتی امکان سعی بکنید که در تجمعات شرکت نکنید. هرچی جمعیت کمتر بهتر. خیلی از کشورهایی که الان بیماری توشون هست، شرکت‌هایی که کوچیک‌تر میتونن و امکاناتشو دارن، باید برن تو خونه و از خونه با به اصطلاح تلکنفرانس و سیستم‌های الان مثلا همین آی‌تی کار کنن. حتی امکان حتی توی ادارات هم کمتر برن. جلساتو کم کنن یا حتی اکثر یک متر و نیم بین افرادی که میشینن فاصله باشه. یعنی یه سری کارا رعایت بشه این بیماری رو میشه کنترل کرد. ولی یادمون باشه ممکنه یه دفعه الان با سیل بیماری مواجه بشیم که شدیم، برای اینکه این باید سیر خودشو بکنه، پیک بزنه بعد بیاد پایین. خوشبینانش تا 15 فروردین، نهایت تا اواخر فروردین این به اون مرحله صاف خودش میرسه. این پیک رو ما باید با قرنطینه کردن خودمون کنترل کنیم. اینی که مثلا تعطیل کردن، همه بلند شدن رفتن شمال، این کار زشتی بود. بعد مجبور میشد جاده شمال ببندن، بعد سر صدای مردم در میاد. ببینید این توصیه به همه دنیا شده که حتی الامکان از رفتن به اجتماعات جلوگیری کنه. بعضیا کاری که کردن نشستن تو خونه، اینجا نمیرن، وسواس هم پیدا کردن، وحشت از این بیماری و اینا هم که دیگه شدیدن سیستم ایمنیشون از دست داد، بعد هم هی الکل گرفتن دارن میسابن خونه. مگه آدم چند دفعه خونه که هیچ کس توش نمیاد میسابه؟ چی کار کنیم که مریض نشیم؟ دستامون رو بشوریم. هیچی به اندازه شستن دستا آدم رو سالم نگه نمیداره. سارس رو هم تو دنیا با شستن دست کنترل کردن. قبل از اینکه دستتون رو به چشمتون بزنید، به دهنتون ببرید و بخواید هر کار دیگه بکنید، حتما دستتون رو بشورید. چجوری؟ با آب و صابون به مدت 20 ثانیه همه قسمت ها رو باید بشورید. و یا اینکه اگه آب و صابون در دست هست نبود، از این مواد که ضد عفونی که الکل بیس هم هست، از اونها یه مقدار میزنید تو دستتون، باز 20 ثانیه همه دست و انگشت ها اینا رو همه رو به هم به اصطلاح ماساژ میدیم، اونم باز به مدت 20 ثانیه. بعدش دستتون رو به چشمتون ببرین یا یه چیزی میخواین غذا بخورین به دهانتون ببرین. پس بنابراین به راحتی ما میتونیم جلوی این بیماری رو بگیریم. یعنی رفتار فردی و بهداشتی ما هاست که میتونه ما رو سالم نگه داره یا نه در معرض این مسئله قرار بده. بعد از اینکه این اپیدمی شد، ما دیدیم یه عده مردم وسواس پیدا کردن، دیگه هی دارن با الکل میسابن، الکل هم کمبود پیدا کرده خونشونو. یه عده انقدر بیخیالن که اصلا نه بابا اب نداره، هیچ ترس نداره، ولش کن، بیقید میشن که بقیه رو بیشتر در معرض میذارن. باید همیشه آدم تعادل داشته باشه. چی بخوریم که بهتر بشه؟ هم غذای عادیتون رو بخورین، سعی کنید غذای پخته مصرف کنید. اگر سبزیجات و میوه میخواید مصرف کنید یا برای سالاد کاهو اینا، حتما اینا رو که میارید خوب بشورید. و با چی بشورید؟ ماده ضد عفونی با سرکه. برای سبزیجات یه دستور دیگه برای شستنش هست که تخم انگلاش هم از بین بره. من این فرصت رو غنیمت میشورم که بهتون بگم. سبزی رو که پاک میکنید بریزید توی ظرفی که آب داره، یه چند قطره مایه ظرفشویی بریزید توش کف بکنه، یه 5 دقیقه صبر کنید، 5 دقیقه 10 دقیقه تمام این تخم انگلاش تنشی میشه. بعد از روی آب سبزی رو بردارید، تازه شستشو رو با اون انجام بدید که اونم با سرکه برای ضد عفونیش، یا نمک، سرکه اگه، چون الان دیگه سرکه هم لابد پیدا نمیشه دیگه، یا نمک استفاده کنید. میتونید تو خونه خودتون که خوب شستین سبزی و سالاد و اینها رو هم استفاده کنید، میورم کاملا بشورین. ولی اگر بیرون میرید رستوران، سعی کنید سالاد و سبزیجات، یعنی چیز خام نخورید، بیشتر پخته. در اثر حرارت این ویروس به راحتی از بین میره. امیدوارم که سالم باشین. یادتون باشه که اینفودمی بدتر از اپیدمی کروناست. سعی کنید دوچار اون نشین. و در ایام عیدم که انشالله دست دادن و به اصطلاح
بوسیدن رو فراموش نکردید که انجام ندید. و اگه دیدن حتی امکان سعی کنید دیدن بزرگترانتون که سن بالا دارن و در معرض خطر این هستن نرید. یک ذره آدم میتونه این دیدو بازی رو عقب بندازه تا کاملا این پیک بیاد پایین، چون افراد با سن بالا در معرض خطرن، افرادی که دیابت دارن، خیلی چاق هستن، سن بالای 50 دارن، بیماری های قلبی عروقی دارن، بیماری های زمینه ای دارن که داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف میکنن مثل کانسر و اینها، اینا خب بیشتر در معرضن. خب ما اگر الان آلوده باشیم ندونیم ولی حاوی این ویروس باشیم، یعنی ویروس رو داشته باشیم، بریم با این افراد تماس پیدا کنیم و عید تبریک بگیم، حالا خدای نکرده این موقع ماچو بوسه هم داشته باشیم، خب این خودش باعث انتقال میشه و اونها خطرشون خیلی خیلی بیشتره. در خانم حامله آیا مشکل داریم؟ ما تو چیز آنفلانزا خانم حامله جزو افراد با ریسک خطر بالا بود، ولی در مورد این هنوز علامت سواله، هیچ ریسک بالایی ذکر نمی کنن و از مادر به جنین هم انتقال پیدا نمی کن. تا نیمه اول ماه اول، ولی دیگه تا آخر سال طول نمی کشه و متوقف میشه و امیدواریم که ما بتونیم خودمون رو سالم نگه داریم بدون ترس و وحشت، و نه فقط خودمون رو، اطرافیانمون رو و هموطنانمون رو. یعنی این مدت ما دیدیم که بعضی ها رعایت نمی کنن و من هستن، ما یادمون باشه که از این تجربه استفاده کنیم، ما توی اجتماع زندگی بنابراین بگیم همیشه ما، نه من، ما باید بتونیم این بیماری رو کنترل کنیم.